سلام، توی این ویدیو قراره که سفر دوممون با ولکان رو ببینید. تو سفر اول که ویدیو قبلی بوده یه سری ایرادا اومد، ایرادا رو رفع کردیم و الان داریم حرکت میکنیم به سمت روستای ناندل. همراه ما باشید. زنگ میزنه پلیس که دیشب ماشین منو از در خونه دزدیدن. پلیس میاد گزارشش رو میگیره و میره. 3-4 روز بعد ماشینش رو جنوب کشور سمت سیستان بلوچستان پیدا میکنه. زنگ میزنه که ماشین توی سیستان بلوچستان پیدا کردیم. میگه که من سنم زیاده، اگه میشه یه خودرو بر بگیرید بیادش تهران واسن. خب پلیس هم واسه قبول میکنه و ماشینش رو خودرو بر میکنه، میان تهران و تحویلش میدن. 2 روز بعد زنگ میزنه میگه آقا دوباره ماشین منو دزدیدن. میرن و چند روز بعد دوباره ماشین توی سیستان بلوچستان پیدا میشه. همین فرآیند ادامه داره و اینا. بار سوم اینا کشیک میگیرن که ببینن کی میاد ماشینو میدزده. دو تا جوان دزده رو پیدا میکنن. اینا رو اینقدر کتک میزنن که اعتراف میکنن که میگن آقا ما این ماشینو میدزدیم، میبریم جنوب، مواد مخدر میزنیم توش. پلیس اینو واسمون میاره تهران که رسید تحویل این آقا دادید، ما مواد مخدر ازش تحویل میگیریم. یعنی اصلا ما دنبال ماشین نبودیم، دنبال جابجایی جنس بودیم. خود صاحب ماشین نمیدونسته. نمیدونسته. بعد دیگه گشت و اینا هم رد نمیشه دیگه. بعد پلیس داره میارتش. چه فکری کردن؟ آقا یه خاطره تعریف کن. اولین باری که اومدی اینجا که بوده؟ تو دوران کرونا بود اومدیم و 3 روز موندیم. تازه دوربین عکاسی گرفته بودم، ذوق اینو داشتم کهکشان راه شیری رو بالای قله دماوند به تصویر بکشم. اردیبهشت‌ماه بود، نوک قله هم برف جمع شده بود سفید. الان که اصلا برف نداره ولی یه دیگه خنکه. به نظر من یکی از زیباترین جاهایی که میشه قله دماوند رو دید همین روستای نونله. محلی‌ها بهش میگن نوننل، ولی اسم فارسیش که رو تابلو می‌نویسن بهش میگن ناندل. اون موقع با چه ماشینی اینجا بودیم؟ برای 111. راست میگی، یادم نبود. همون موقعی بود که سگ کفشتا بود. خاطرم لطفاً تموم تعریف کن. من یه جور کتونی گرفته بودم، خیلی هم دوستش داشتم، خیلی هم گرون گرفته بودم. نمیدونم خیلی گرون بود دیگه. بعد اومدیم اینجا و کتونی هم نو پوشیده بودم اینا. خوابیدیم صبح بلند شدیم کتونی یکیش هست یکیش نیست. هر چی گشتیم پیداش نکردم. این خلاصه من اون بالا آنتن نبود، کار اینترنتی داشتم، اومدم پایین. وقتی برگشتم دیدم مینا پیداش کرده. پرسیدم چی شده؟ بذار اینو من خودم بعد تعریف. انقدر کلافه شده بودم که آرش این همه پول یعنی کتونی داده بعد رفته و یه لنگش رفته. نگاه کردم دارم یه سگی اون ورا هی میچرخه. کل ییلاق رو به صورت ضربدری چپ و راست رفتم تا گفتم شاید لای چمنا باشه. رسیدم به یه پایین تپه توی روستا، دیدم یه حالت لبه پرتگاه کلی کتونی و کفش اونجا جمع شده. فهمیدم سگه لنگ کفشا رو برمیاره میذاره اونجا. دیگه رفتم اون لارلو، دیدم کتونی آرش تک تنها اینجوری افتاده. انقدر زخ کردم که اینو پیدا کردم. خیلی یکی از افتخارات بزرگ زندگی پیدا کردن یه جفت کتونی آرشه. آره که خیابونا و بارونا و میدونا و آسمونا ارز بابامه، واسه همینه که از بوق سگ تا دین روز این کله پوکو میگیرم بالا، از بی سیگاری میزنم زیر آواز.
لوکیشن چی زدی؟ چرا داریم میریم تو دره الان؟ باید بریم اون سمت که به قله نزدیک بشیم. لوکیشنی نزده. من داریم این مسیر کوهنوردها رو بکنم داریم میریم. خیلی هم خاکیش زیاد شد. فیلم بردار داره میدوه بره سر پیچ وایسه که وقتی ما داریم میایم از همون فیلم بگیرم. دارم میدوهم برم بالای تپه تا از ولکان فیلم بگیرم. این اولین جاده خاکیه که داره میاد، خیلی هم تنگ و تاره. داریم بریم پایین دماغ و اینجا یه حس غریبی داره که اولین بار داره میاد این جاده خاکی های باریک و مسیریه که کوهنوردا میرن برای قله دماوند. سلام. سلام. با هم دیگه تداخل کردیم، اینا باید برن عقب تا ما بتونیم این مسیر رو رد کنیم.
علاج سخاری داره میان. نتش فکر میکنم خیلی کوچولوه ها، بعد میگه چجوری همه آدم میرن توش مثلا فوت میکنن. کاری نداره ازش کجا کم کنی میگه، کجا با کم کنی یه انصاف پیدا کنی میگه. مزد امن هست اینجا؟ نه بابا، تو کلن جاهایی که فکر میکنی که میخوای کم کنی چیا رو در نظر میگیری؟ چی میرم اونجا میگه، امنیتش، آفتابش، زاویه خوابش، آدماش، محلی ها، پلیس، بیمارستان. هرچی از آدم ها دورتر باشی، امن‌تری. چرا؟ دیگه، آدم ها خطرناک. الان اگه آفتاب بشینه، هوا هم خوب میشه. ما هم که تو ماشینیم. وسایل دفاعی چی داری با خودت؟ شمشیر و تفنگ و چنگال و شیشه. اینجا صافی کنار قله دماوند، فکر میکنم همینجا بمونیم. به نظرت خوبه اینجا؟ آه اون اونجا هم روستاه. طلوع کدوم برداریم؟ غروب کدوم برداریم؟ نداریم طلوع از اونجا، غروبم یه جوری پارک کردم که پشتمون برای ماشین ما میکنید. طلوع داری؟ قله دماوندی که داره آتیش میگیره رو ببین تا فردا صبح. سنگ برای چی میبری؟ زاویه هم درست داری. آها الان باید روی روی این ما ترازمون اینجوریه. شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه‌های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهد با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دل داده بلبل دارد سخن. ماشین سه تا
از این پوسکن ها گرفتم، هر کدومشون به یه نوعی چیز میکنن، پوست میگیرن. این ساده است، توش مرغ میزنم. قرار بود که بیرون چیز کنم، گریل کنم، ولی خیلی بیرون سرده، گفتم بذار توی ماشیناش بازی کنیم. نظرت چیه؟ موافقم. چیه؟ مدل های مختلف پوسکنه. تا این آبش جوش بیاد تلاشو زیاد کنم. خاموشم. بعد مرغ و سبزیجات رو تف میدم با کارنی که نپستا، آتیش میکنم، سبزیجات رو توی این ظرف بریزم. این ریش ریشیشه. به یاد ماداگاسکار. آفری، چقدر خوشگل میباره. بسه کسی یا شما ترسم انقدر دستم و بالا بریدم میترسم. خوش کنیم دوباره بزن. بلکن اون چه مدلیه؟ اینو بعد انتخاب کنم ببینم چه مدلی میخوام. شاید همین مدلی بگیرم. ریش ریش ببین چرا باحال میشه. نه نگاه کن پیازه؟ بعد اینه همه رو میخوای بپزی؟ شما میدونستی ما عقب ماشین یه سیستم صوتی مجزا نسبت به جلوی ماشین داریم؟ برای کسی که عقب میشینن؟ نه برای وقتی که کمپ میکنی. میتونی باش موزیک گوش بدی، درهای عقب باز میکنی، اون دو تا چیزهای عقب باندا رو درن دیگه، تو پارتی و جنگل و حیوانات و فراری بدی و اینا. میخوام ببینم که فالوورای عزیزت این از این قسمت بروکلی چه استفاده میکنن. من همیشه میریزم دور، میخوام ببینم بقیه مغزشو دوستانم ببینم. که هادی هم که آشپزی باش میکرد میگفت به درد نمیخوره. نمیدونم خوشمزه است. ببینم شسته بودی اونو؟ بسیار شهر خورنه شستم با بردم. اینو نشستم. پرنده اومده تو هم پشت در بود. ها
360 رو میشه به من بدی؟ کجاست؟ تو شارژ، اون از شارژ در بده. اون کنار گوشی اون چیزا رو هم بده بهم سفیده رو. دوربین زدم ازت فیلم بگیری، میتونی باش حرف بزنی همزمان. نمیخوام. بزن. نمیخوام. این آبو گذاشتم جوش بیاد. سبزیجاتم سرخ کردم. این مایه پاستا یه مارک باحالیه، خیلی خوشمزه است. ترکیباتش آب، نمک، سس سویا، سویا بین، وایت رایس وینجر. او چقدر چیز میز داره. خیلی عدوه باحالیه. از ایران نگرفتم، خواهرم آورده. فخت نخواستم بفروشم و هم یه بسته دو بسته رو داریم. اون آب که جوش بیاد پاستا رو میذارم توش، خود نرم شه. اینم که فیله مرغ، فیله مرغ بیفتکی. خودش میکنم که زودتر سرخ بشه. شما هم از اونهایی هستید که فیله مرغ دیدید یه سفیدیایی داره میبر، یعنی سفته؟ من همیشه اونا رو میبرم، الانم بریدم و آوردم. من خواسته بودم که تخته اینجا چرخشی باشه، ولی متاسفانه چرخشی نیست. هرسیلی باید ورش داریم بذاریم. حالا اینا همه چی آماده است. مرغ آماده است، سبزیجات. بدم بالا. آره شده که خب بایست. من خیلی استرس میشم تو کمپر، تو ماشین، تو سفر، تو فیلم گرفتن. استرس این که خوب باشم، استرس این که بهترین عمل کرد رو داشته باشم. آقای آرمی، سفر قبلی سبزیجات آماده است، مرغ آماده است، اون جوش بیاد. از اینا هم آوردم. اینو یه کوچولو آب کشش میکنم، بعد اول مرغ رو سرخ میکنم، سبزیجات رو بهش اضافه میکنم، اینو بهش اضافه میکنم، بعد اینو، اینی که آب کش کردم. رفته بودم اینو بخرم، این بسته بندیش این شکلیه. خانوم میگفت ببخشید خانوم، شما اینا رو میپزید وا نمیرم. حالا منتظر میشیم تا این آب جوش بیاد و اونا رو اضافه کنیم. دستمون دستشون بشورم تا آب جوش بیاد. آبش جوش اومده، نمیذارم یه خورده نرم شه. فکر کنید چند تا بخوری آرش؟ سه تا دارم، من میخورم. منم دوتا میخورم. اینا چیه؟ ورمیشه؟ نه بابا، اسمشو یادم برد. بسن بسته، ها یه یکی دیگه بندازم. بسته سنگین نشه.
ببین دوربین رو میبینی؟ من یه دوربین گذاشتم بیرون. زنده است هنو؟ چراغش داره قرمز خاموش روشن میشه. آره درست. بده من سالاد شیرازی درست کنم. سالاد نمیخوام، خیار نداری. اصلا آخه به این سالاد هم مزه نمیده، ترشی رو بردم. دیگه نرم شد. الان مثلا من فهمیدم که نشانگر ولتاژ لازم داریم. مگس ها رو باید بیرون کنیم. یه دونه شاپرک هم اینجا نشسته. نه نشانگر ولتاژ رو میتونم چیکار کنم؟ یه دونه از اون نشانگر فندکی ها بگیرم، یه جایی از ماشین فندکی بزنیم. پشت پتوه نمیره نمیره. برون بر سر خودش داره گیج میره. قرمز به دست نزن نیست آخه. روشنه بقید غازه بیرونی امتحان کنم روشن میشه. باشه یه فیلم خوب پیدا کن. فیلم قطع کنم. باشه می کنم. زیادم درست نکردم چون خودم خیلی با کارم نیستم. اون چیه؟ این روغنه. میخوام مرغ رو سرخ کنم. روغن زیتونه. چرا درست شد؟ این پاشا پرکه رو ولی باید از اینجا برزنیم. آره خود دستمار بگیرش که نگوش دیم. بالش بگیر! نمیخوام بکشمش. بالش بگیر پروازش بده. اوه چه داغ شد دستماله. بالش همون رو اینجا گذاشتیم. هنوز رو تختی همون آماده نشده. پایه خوبه جا بیافتیم و این همه چی دستمون بیاد زمان میبره. الان چرا اینجوری شد؟
دارم درست میکنم. سوم سرم میخوره. آخ او دست درد نکنه، چه تخت خوابی. کلم دو دفعه سه دفعه امروز خورده به این بالا. اشکالی نداره بزرگ میشه. آنه قشن کیسه رو بذارم تو سر جاش. من این پتو رو به نظرم زیرم سر بگیرم. خدمت شما عرض شود که بنده خدا بعد از عمری تصمیم گرفت و آشپزی کنه. گازامون کار نکردن. حالا مثلا هدف این سفر همین بود دیگه، بیایم ببینیم چه چیزایی ایراد داره اینا رو برطرف کنیم. الان فهمیدیم که گازمون ایراد داره و ممکنه این از سیستم برقی باشه، ممکنه از سیستم سوخت‌رسانیش باشه. به خاطر همین داریم گرسنه میخوابیم، خیلی گرسنه. حتی یه دونه ساق طلایی هم نداریم دیگه. ساعت 10 الان میخوابیم، 5 صبح بلند شیم که طلوع دماوند رو بگیریم. یه فیلم هم گذاشتم که ببینیم، هی میگی تلویزیون نداری، اینا دیگه این تلویزیونه. فیلم رو ببینیم و بخوابیم، شاید هم نبینیم و بخوابیم، ولی شب شما بخیر. خواب صبحتون بخیر. ساعت 2 دقیقه مونده به 5. اونجا روستای ناندله یا همون نونل و اونم قله زیبای دماوند. کی میگه مینا خانم همیشه خوابه؟ 5 صبحت هم دیدیم. اگه توی فیلم معلوم بشه، توی اون مسیر یه سری چراغا هست که اینا کوهنوردایی هستن که دارن دیشب رفتن اون پشت توی پناهگاه خوابیدن، صبح زود را افتادن دارن میرن بالا. ما هم همچنان داریم تلاش میکنیم که گاز رو روشن کنیم و باز هم نشد. چایی حداقل بهمون بده. آسمان چشم او آینه یکیست. ستاره های سربی فانوسکای خاموش. از ولکان خیلی خوشم میاد. آها یه چیزی رو توی چشم عادی معلوم نمیشه، ولی شما اینجا یه نور قرمز میبینید، این دوربین شبه ولکانه. یعنی اگه سارق بیاد نزدیک بشه این میبینه. حالا سارق چرا باید بگیم؟ حالا ببعی ها. بله داشتم میگفتم از ولکان خیلی خوشم میاد. رو آورد اینجا، جای خیلی خفنی هم هست. یعنی واقعا خود من دیروز ترسیده بودم که نکنه نریم، نکنه چپ بشیم، چون مسیرش خیلی مسیر بدی بود. اما با یک صلابت خاصی ما رو آورد. احسنت به تو. یه خورده دیگه درونو میدم بالا، نوکش داره قرمز میشه. Got it.
خب مینا خانم بیشتر از چند دقیقه نتونست منتظر بمونه. سرده. اومد که از جایگاه مخصوص حاکم بزرگ طلوع رو تماشا کنه. از این طرف هم بچه رو فرستادیم آسمون. داره همچنین تصویری رو میگیره میره. خودمون هم تو فیلمش نیستیم. این یکی هم داره یه دونه تایم لپس توری طولانی میگیره. چرا قرمز نمیشه نوکش؟ خیلی سرده خدایی. تو کاپشنت خیلی گرمه. من کاپشنم فقط بادگیره. آرش بیا بعد از اینکه نوک دماوند قرمزت بخوابی یه چارتی بزنیم. گرسنه ای؟ یه دونه موز داریم. موز بده یه خورده بخوریم دیگه، پتاسیم هم کم شده. یه دونه چیز داریم، یه دونه آلو داریم. همین با نون، نون و موز بخوریم. لقمه بگیر. میخوری نون و موز؟ خیلی خوشمزه است. نوتلا داشته باشه باش خوب میشه، ولی نوتلا نداریم. بنویس تو لیست، بنویس نوتلا. یه ذره حرف بزن برامون. همه حسم اینه که پمپ گازوئیل گاز نمیکشه چون ماشین تو شیبه. اگه ماشین یه خورده برعکس کنیم شیبش اونوری بشه گازمون. آرش ما دیشب تا صبح خوابیدیم شیب حس نکردیم. تو حس نکردی ولی شیب به سمت دیگه، یعنی اون چیزی که حس نکردیم یه نیمچله. خب ممکنه گازوئیل نکشه، قانع کننده نبود. بعدی کجا؟ بیا اینجا کارت دارم. درونم سقوط نکنم. اولین باری که قله دماوند دیدی کی بود؟ نه. چرا اینقدر علاقه داری به قله دماوند؟ خیلی قشنگه. توی کوهنورد خیلی حرفه‌ای بودی، چطور دماوند تا حالا نرفتی؟ چون که تهران نبودیه؟ کی گفته نرفته؟ خودت دیروز گفتی نرفتی؟ گفتم نوک قله نرفت. سود ناموفق داشت. واقعا؟ چرا؟ نفست نکشی؟ اونجا گوگل زده شده برگشت. خیلی بچه بودم. چرا هیچ وقت نگفته بودی؟ گوگل زده. آرش باتری بودو. من عینکم هم زدم. خدای نکرده چیزی رو از دست ندم. با ماشین قبلیمون که میرفتیم مسافرت با یواز، چون چادر میزدیم همیشه توی مسافرت ها استرس میداشتیم که حتی یه بادی به چادر که میخورد قشنگ استرس میشدیم و نمیخوابیدیم. یعنی ما همیشه بیدار بودیم، حتی تو امن‌ترین جا که مثلا امارات بود بازم من تو چادر نمیتونستم بخوابم. یعنی حتی دیو چشامو وا میکردم اینه آرشم چشاش اینجوری بازه. ولی توی ماشین چون پوشیده است حالا یه امنیت خاصی به آدم میده، خونه آدم انگار. بازم نه اینکه 100% سیف باشه ولی خیلی حس امنیتش بیشتره. به خاطر همین دیشب من تونستم خیلی راحت تر بخوابم. البته زود بیدار شدم از گرسنگی، از طلوع. آرش یه وقتایی به من میگه که تو همسفر خوبی نیستی چون فیلم نمیگیری از من، از مسافرت ها، تو فقط خوابی. ولی خواب نیستم. ها میگه تو چرا ویدیو نمیگیری؟ چرا هیچ همکاری با من نمی کنی؟ من 2 ماه تنهایی رفتم پیش رضا اسد ولی تو هیچ کاری نکردی و این یه چالشه برای ما. من دارم الان فیلم میگیرم. شوخی کردم. سفر قبلی تعدادمون خیلی زیاد بود، من اصلا نمیتونستم همه چی رو هندل کنم. ولی وقتی 2 نفریم میدونم چی به چیه، باید چی کار کنم، چه فیلمایی بگیرم. که خب البته پروژه آشپزی با شکست روبرو شد. خیلی خوبه.
حالا ما هم میخواییم فیلم بگیریم با حواسمون باشه کیسه آشغال دیده نشه، کیف دیده نشه، نمیدونم این دیده نشه، اون دیده نشه. فکر نکنید راحت ها تولید محتوا کردن، همچین هم همه چی خوب و شیک نیست. چرا نوکه که دماغه؟ آها آرش نوکچلش سرخ شد، بودو بیا. نگاه کن خورشید که میاد بالا. الان باید میدادم بالا برم. خب باتری نداری مگه؟ تا زود عجله کردی. بودو بره. ببینی قله نوک قله است، ولی من هیچ کوهنوردی نمیبینم اون بالا. ما هم اینجاییم، آرش هم داره درون میزنه. اون بالا چه خبره؟ طلوع کن طلوع کن بر این ستاره مردگی، که از تو تازه می شود این خلوت سرخوردگی. طلوع کن طلوع کن. دیگه وقتش رسیده بود وسایل رو جمع کنیم. جلو سفیدیه چیه؟ اون اسمش اقیانوس ابره، ولی یه سری‌ها بهش میگن جنگل ابر.
کجا شبیه جنگله؟ کی میگی جنگله؟ یکی از رفیقای خودم اسکاله. دریای ابر میگم. تام تو چی ابر گفتی؟ اقیانوس ابر. چه خوشگله. چون به لایتنهی وصله. لایتنه. یه به. از جاده دیروزی بر نمیگردیم؟ خیر، از یه جاده دیگه میریم. ارتفاع در حداقل 770 متره. ای دیو سفید پای در بند. این یعنی میدونی مرگ توی این جاده چیه؟ بری ببینی بومبست. نمیتونی دور بزنیم. ولی واقعا توی مواقع باید چی کار کرد؟ دنده عقب من؟ دنده عقب هم فاجعه هست نه؟ خیلی سخته چون عقب رو نمیبینی. من باید پیادشم دست فرمون بدم نه؟ دست فرمون که نه حالا، ولی مرسی. دیروز دست فرمون بهت دادم دیگه، میخواستی از پارکینگ در بیاد. دست فرمون رو دادی ها. آرش از اون لبه نار یه ذره بیاییم برتر. جاده های مرگبار. الان یه دونه 18 چرخ سوختکش از روبرو اون در میاد. بابا اینجا چی کار میکنی؟ داداش اینجا پمپ بنزینی دماونده. اونا کنجش کرد. بریم تو دامان طبیعت یه صبحانه و نهار و شامی با کمپر مجهزمون بخوریم و برگرد. بیسکویت خوردیم. گفتی الان بدترین اتفاق همینا. بیچاره همجی داره دنده عقب تا کجا باید بره؟ اینجا رچه آرش مراقب باش. دست درد نکنه. نه سلامت. درد میشی؟ چرا بخزد؟ آمانم تشکر کن. دوباره برگشتیم دیم آون. ای دیوه سفید. اینجا هم روستا. دستو بیا پایین. دستو بیا پایین. من هم فیلم میگیرم. خیلی قشنگه. اون برای نها کن چه خوشیله. چه نازه. دستو بیار. آره خیلی خوابم میاد. دیشب که بیدار شدم ساعت دو ربع دو نیم بود نه؟ دقیقا دو نیم بود. ساعت رو نگاه کردم تو بلند شدی رفتی. بعد اگر در نمیتونستم بخوابم تا خوابیدم شد سه و نیم چهار و نیم. هم گفتی پاشو صبح شده طلوعه. پاشو صبح شد پاشو کار کن. ساعت دیگه را تازه خوابم عمیق شده. اون آویزه که روی دیگه شیشه اینجوری میاد اینجوری میخوابه اسمش چی بود؟ خواب رو خواب رو بعد Thank you.
به چیزای مثبت حرف بزن تو ویدیو. حالا امروز خیلی بهتره، خدا رو شکر. ساعت چند بعد بهم تولد؟ هفت و نیم. هفت و نیم گفته؟ چیزی نگفت. برسیم غذای دیشب رو نهار کنم. یه مرغا گندیدن از نه مرشم تو فریزه مگه خاموش فریزه نگندیدن ولی چی بگندن تو یخچال بوده. بعد دو سه ساعت بخوابم برنامه‌ریزی شلوغی هم داری واسه خودت. آب دماوند ها. قلق جیره تو لورستان اسمش اینه تا خانم پرست بود؟ بابا کلاغ بود زاقی خوبش سفید بود. خب دیگه تأسف نا نگاه با این کجاش کلاغه؟ با این زاقه دیگه. خب زاق کلاغ نیست. پنیر روباهو برداشته بود. سیب زمینی هم این همه خودم نکشتیم دیروز در بدن از ده جای مختلف سیب زمین. شعله بیرون اونو تنوری میکنم با شعله داخل یه دونه مرغ. حالا میدونی چی میشه؟ میریم خونه میزنیم میبینیم روشن شد. ولی هنوز اینجا هم هوا خنکه. هنوز تو ارتفاعیم؟ ایگه میشه اینجوری دیگه آره نگی؟ سعی میکنم نگم دیگه. یه قالپاق افتاده دویست شش هم بود پشی ها بود اکا چه فرمیدی؟ مامانم میگم خیلی واردم اکا چه فرمیدی پشی ها بود؟ آرش ار جزای افتخارا بده این که یه چیزی افتاده رو زمین و بارهای بار توی خیابون رو ماشینه دیگه دیدیش و میدونی مال کدوم ماشینه جز افتخاراته؟ بارها بار نه خیر این جز نگرانی های منه که همسرم هنوز نمیدونه اون چی بود. قالپا یادت قدیما اینجوری میکردم گفتم قالپا افتاد.
پیتزای زد دست چه دوست داری ها زباله لره با اینجا مایستر هم نمیشه یه بریم پایین تا تو پایین تا باشماله دیگه خلش کن برگردیم بریم آه اگر روزی صدای تو گوشه آواز من باشد قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم پاشد شما تو این لحظه یه حجم زیادی از حیوانات رو در قالب انسان دارید میبینید که رانندگی بلدن یعنی از رانندگی فقط روندن ماشین رو بلدن هیچ شعوری نسبت به قوانین ندارن نمیفهمن که شما با رفتن از اون طرف دارید ترافیک رو بیشتر میکنید این طرفی ها مجبورن وایسن که یه گاوی از اون بر بپیچه بره جلوش و مقصر پلیسه یعنی اگر یه پلیس میومد اینجا ماشینشو پارک میکرد نمیذاش یه نفر رد شه یا جریمهشون میکرد این ترافیک احمقانه اتفاق نمیافتاد هیچی نشده که ترافیک باشه دو لاین همه داشتیم میومدیم دیگه الان یهو شد 6 لاین 1 2 3 4 5 6 تا لاین بعد این 6 تا دوباره باید برن بشن دوتا معلومه ترافیک میشه یه مش حیوان آشغالای عوضی نگاه کن قیافشو حلشتا. خب این سفرمون هم تموم شد حدود 300 کیلومتر رانندگی کردیم 25 ساعت طول کشید سفرمون از لحظه شروع تا لحظه پایانش در خونه این نرم افزاری که میبینید اسمش ریلایو کاملا رایگان روی همه گوشی ها نصب میشه فقط کافیه زمانی که میخواید سفرتون یا پیمایشتون رو شروع بکنید دکمه استارتش رو از توی نرم افزار بزنید و زمانی که سفرتون به پایان رسید چه پیاده هستی، چه با دوچرخه، چه با ماشین، چه با قایق استاپ رو بزنید و سفر رو تموم کنید چند دقیقه طول میکشه با استفاده از نقشه جی پی اس همچین ویدیویی رو بهتون میده امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین یادتون نره که کامنت بذارید و لایک کنید ارادت